ترامپ رفت و بایدن آمد، ولی کابوس تحریم ها همچنان دامنگیر رژیم است. امیدشان آن بود که وقتی این یک برود و آن یک بیاید، تحریم ها نیز برچیده خواهد شد و دشواری های اقتصادی به اتمام خواهد رسید. حسن روحانی در لایحه بودجه خود نوشته بود که درآمد نفت روزانه برابر با فروش 1,500,000 بشکه خواهد بود. ولی حتی نمایندگان مجلس و شخص رئیس مجلس که خیال گزیده شدن به ریاست جمهوری را دارد، هشدار داد که این یک سراب است و چنین پیشبینی عملی نخواهد شد. آدها انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را از نزدیک دنبال کرده بودند و هنگامی که بایدن برد و ترامپ باخت، در واقع قریب شادی سر دادند. بایدن گفته بود که به برجام باز می گردد و از دیدگاه حکومت ایران انتظار و تصور آن بود که وقتی برگردد همه تحریم ها را خواهد برچید. البته علی خامنه ای توصیه کرده بود که به جای تلاش برای بازگرداندن آمریکا به برجام، بکوشید آن را دور بزنید، تحریم ها را دور بزنید. و خامنه ای تصور میکرد که این میتواند کار آسانی باشد. یک سال و اندی حکومت ایران تلاش کرد که تحریم ها را دور بزند، ولی چه شد؟ درآمدهایی که نصیب حکومت ایران گردید بسیار ناچیز بود. ایران کشوری بزرگ و دارای یک جمعیت بزرگ است و هر روز و در ظرف یک سال به بودجه کلانی نیاز دارد. اقتصاد رژیم بر اساس درآمد نفت بوده و هست. تولیدات کشور در حال فروپاشی است و روز به روز کمتر می شود. بنابراین اگر نفت نباشد، حکومت نخواهد توانست کشور را اداره کند. البته برای دور زدن تحریم ها تلاش بسیار کردند و همچنان می کنند، ولی نتیجه آن چندان درخشان نیست. حتی اگر نفت را به ارزان ترین قیمت می فروشند، پول نقد به دستشان نمی آید. بنابراین دولت حسن روحانی امید و انتظار داشت که وقتی بایدن بیاید، بلافاصله همه تحریم ها برچیده خواهد شد، که نشد. و امروز ما از زبان بایدن و وزیر خارجه او و مشاور امور امنیتی و همه سخنگویان و مشاوران و معاونان می شنویم که تحریم برداشته نخواهد شد تا هنگامی که حکومت ایران به طور کامل به برجام بازگردد و به همه تعهدات خود بازگشت کند. ولی جناح تندرو در حکومت اسلامی که هرگز نخواسته و نمیخواهد که مردم ایران از فقر و گرسنگی و بیماری رهایی یابند، همچنان شرایط بسیار دشواری برای بازگشت آمریکا به برجام تعیین میکند و میگوید همه تحریم ها را یک جا بردارید و یک دوره راستی آزمایی را انجام دهید و آنگاه است که ما به تعهدات پیشین خود باز می گردیم. دولت بایدن چنین به نظر می آید که دولت اوباما نیست. می گوید اول به تعهدات خود عمل کنید و آنگاه است که وقتی ما مطمئن شدیم تحریم ها را بر می داریم. و تازه اگر دولت بایدن بخواهد تحریم ها را بردارد، چگونه می تواند همه تحریم ها را بردارد؟ بسیاری از آنها با برنامه اتمی حکومت ایران ارتباط مستقیم ندارد.
رژیم ایران 6 ماه پس از آن که به قدرت رسید سفارت آمریکا در تهران را اشغال کرد و پس از آن به فریبکاری ها، تحریکات و تجاوزات ادامه داد و این اقدامات تحریم های گوناگون و متعدد در رشته های مختلف را به دنبال داشت و امروز حتی اگر بایدن بخواهد قادر به برداشتن همه آنها نخواهد بود. امروز ما می‌بینیم که حتی شماری از نمایندگان دموکرات در کنگره آمریکا به بایدن نامه می‌نویسند که مبادا به برجام قدیمی بازگردید. و وزیر خارجه دولت بایدن و بسیاری دیگر از مشاوران و کارشناسان امور توضیح می‌دهند که آن برجام دیگر قابل بازگشت نیست و باید برجام دیگری را طراحی و اجرا کرد. واقع بایدن هم توضیح می‌دهد که در واقع وقتی گفتم به برجام باز می‌گردیم آن را به عنوان مقدمه‌ای برای آغاز مذاکرات به هدف قبولاندن محدودیت‌های بیشتر و تازه‌ای بر حکومت ایران بوده است. البته درست است که وقتی قرار است گفتگوهای دیپلماتیک آغاز شود هر دو شرایط خود را سخت می‌کنند و درست است که همکنون تماس‌های پنهان ولی بسیار مقدماتی به طور غیر مستقیم بین طرفین جریان دارد، ولی از آنجا که هر دو کشور در دو جهت کاملا متفاوت حرکت می کنند بعید می نماید که به زودی بتوانند به توافق برسند. علی خامنه ای و سپاه پاسداران و جناح تندروهای حکومت می خواهند به هر نفع شده به برنامه های اتمی خود ادامه دهند. چگونه می توانند از آن دست بردارند؟ میلیاردها دلار پول ملت ایران را صرف ادامه آن کردند. علی خامنه ای حتی می گوید که اگر لزوم پیش آید و کشور نیاز داشته باشد غنی سازی را به حد 60% نیز خواهد رساند. ایران به غنی سازی 60% و یا 20% و حتی 3.5% چه نیازی دارد؟ هیچ نیازی ندارد. اگر هم نیروگاه بوشهر را دارد سوخت آن را روسیه تامین می کند، ولی پسمانده سوخت را باز پس می گیرد که مبادا حکومت ایران بتواند با آن بمب اتم بسازد. بنابراین هرچه زمان می گذرد حکومت ایران بیش و بیشتر به این نتیجه می رسد که تولید بمب هسته‌ای یک خواب و خیال است. جامعه جهانی امکان و اجازه آن را نخواهد داد. امروز ایالات متحده توانسته است اروپا را نیز به دنبال خود بکشد و می‌بینیم که اروپاییان هر روز مواضع سخت‌تری را در برابر حکومت ایران در پیش می‌گیرند. ترامپ به تنهایی عمل کرد و بسیار خوب عمل کرد و توانست تحریم‌ها را بر همه کشورهای جهان حتی چین و روسیه بقبولاند. و امروز بایدن می‌گوید که ما از طریق دیپلماسی وارد شده ایم و با همین شیوه توانسته از طرفداری کشورهای اروپایی را نیز جلب کند. و امروز اروپا و آمریکا یک زبان از حکومت ایران می خواهند که به برنامه های هسته‌ای خود پایان دهد. بارها گفته ایم و می گوییم که حکومت اسلامی ایران نه کره شمالی است که بمب اتم تولید کرد و نه پاکستان است که کشورهای دنیا نسبت به اتمی شدن آن سکوت کردند. کره شمالی اگر بمب را می‌خواهد برای ادامه موجودیت خود در برابر تعرضات
احتمالی کره جنوبی می‌خواهد. و پاکستان اگر به بمب اتم رسید به خاطر آن بود که دولت هند با نیرنگ توانسته بود بمب را تولید کند و پاکستان با رسیدن به بمب هسته‌ای در واقع یک توازن جنگی، یک توازن نظامی در نزاع خود با هند به وجود آورد و دنیا تقریبا کاری به این امر نداشت. ولی همگان می دانند که حکومت ایران بمب هسته‌ای را برای تعرض و تجاوزکاری می خواهد. خودش به عیان می گوید که می خواهد اسرائیل را نابود کند و اسرائیل در کمین نشسته و همه برنامه های لازم را آماده ساخته تا اگر جامعه جهانی نتواند از راه مسالمت‌آمیز از ادامه این برنامه‌ها جلوگیری کند، اسرائیل به تنهایی دست به اقدام خواهد زد و تأسیسات اتمی حکومت ایران را شاید همراه با قرارگاه‌های تولید موشک نابود خواهد کرد. علی ربیعی در شماره امروز روزنامه ایران بیانگر دیدگاه‌های رسمی دولت می‌نویسد که باید از ادامه این رفتار خودداری کرد. او می‌گوید بیایید به دنیا اطمینان بدهیم که برنامه اتمی ما برنامه جنگی نیست. علی ربیعی می‌نویسد که اگر دنیا به این تصور برسد که رژیم ایران در پی تولید بمب هسته‌ای است، امنیت خود را سخت به خطر می اندازد. آیا رژیم ایران تصور می کند که وقتی بمب را برای نابودی اسرائیل، برای تسلط بر منابع نفت منطقه، برای آقایی بر کشورهای مسلمان همسایه می خواهد، دنیا سکوت خواهد کرد؟ علی خامنه‌ای می گوید که اگر نیازهای کشور ایجاب کند، ما حتی غنی‌سازی 60% خواهیم کرد. کدام نیازهای مملکت؟ به همین مقداری که همکنون نیز تولید میکنند چه نیازی دارند؟ چه لزومی دارد که حکومت ایران بیاید و در صدد تولید اورانیوم فلزی باشد؟ جز برای ساخت بمب هسته‌ای هیچ کاربرد دیگری ندارد. و هرگز فراموش نکنید که اکبر هاشمی رفسنجانی صریحاً گفته بود که یک بمب اسلامی میتواند اسرائیل را نابود کند. آیا اسرائیل خواهد گذاشت که یک بمب اسلامی این کشور را نابود کند؟ و کی را نابود کند؟ 1,400,000 نفر مسلمان و عرب در اسرائیل زندگی میکنند. آیا آنها را نیز میخواهند نابود کنند این نابخردان؟ همه این رویدادها در حالی است که بودجه و درآمد و ذخیره مالی حکومت اسلامی ایران دائما و روز به روز و هفته به هفته رو به اتمام میرود. دیگر حتی برای خرید واکسن پولی در اختیار ندارند. به شدت اصرار ورزیده و تقاضا و تمنا میکنند که دست کم آمریکا اجازه دهد که 1,000,000,000 از بدهی های عراق به ایران و بدهی های کره جنوبی به ایران و 1,000,000,000 از منابع دیگر به صورت نقد به رژیم ایران پرداخت شود. به پول نیاز دارند، زیرا باید حقوق پاسداران را بپردازند، زیرا باید پول برای حزب الله لبنان بفرستند، زیرا باید حوثی‌های یمن را کمک مالی کنند. ولی آمریکا میگوید پول بی پول. اول ثابت کنید که به تعهدات برجامی خود باز میگردید، همان برجامی که ما قبول نداریم، ولی برگردید تا زمینه مذاکرات برای برجام تازه فراهم شود. و حکومت در برابر چنین وضعی چه گزینه‌ای در اختیار دارد؟
اگر همچنان سرکشی کند، تحریم ها همچنان ادامه خواهد داشت و شاید روز به روز شدیدتر هم بشود. دولت بایدن با واکنش در برابر تعرضات طرفداران و مزدوران حکومت ایران در عراق نشان داد که چندان هم کوتاه نمی آید. و یک نکته دیگر، تازه اگر آمریکا اجازه بدهد که آن 1 میلیارد ها به حکومت ایران پرداخت شود، پول نقد نخواهد بود، بلکه با یک اعتبار بازرگانی خواهد توانست مواد غذایی برای کشور بخرد. امروز حتی روغن نیز به اندازه کافی در بازارهای حکومت پیدا نمی شود. چگونه می تواند این وضع ادامه یابد؟ و سوی دیگر می شنویم که هر روز مخالفت مردم با شرکت در انتخابات بالا و بالاتر می رود. امروز دیگر همگان می گویند که ناامید شدیم، تمام راه ها تجربه گردید و معلوم شد که هیچ کس از میان افرادی که به مقام ریاست جمهوری رسیده نتوانسته است مشکلات ایران را حل کند. ساختار رژیم به نحوی است که چنین اجازه‌ای را به هیچ کس نمی‌دهند. بنابراین مردم ایران برای چه به پای صندوق‌های رأی بروند؟ اسماعیل قاآنی تهدید می‌کند که به آسانی خواهد توانست دیوار دفاعی اسرائیل و ایالات متحده را بشکند و فرو ریزد. این رجزخوانی‌ها حدی و حدودی ندارد. آنها هستند که دیوارشان حفره‌های بسیار دارد. بیاندیشند که اسرائیل در داخل خاک ایران چه کرد و در دریا با حکومت ایران چی کرد و آمریکا. هنگام آن است که درس بگیرند و از رجزخوانی دست بردارند، بدانند که مردم در کمین نشستند و منتظر فرصتی هستند که فردا ممکن است به وجود آید.